الان میخوام یک برادری که هنوز مجرده میلاد ماندا دعوت کنم بیاین جلوی کوتاه و تعریف کنی که چطور چه چیزی باعث شد چی بودی یا اینجا که چی بودی چطور ایمان آوردی چی شدی و چرا میخوای تعمیر بگیری یه کسی دیگه صحبت کنه آها یه کسی باشه چی؟ باشه خوب قبل از اینکه ایمان آوردی چه زندگی داشتی و به چه چیزی اعتقاد داشتی؟ من سوال خطاب دوستان کسایی که اینجا آمدن من حدود 5 ساله که آلمانم 21 سالم واقعا یعنی کلا از وقتی که آلمان اومدم به آرامش نیاز داشتم یعنی تو ایرانم بودم همینطوری بودم به آرامش خاصی کسی که بتونه بهم آرامش بده اصلا هر چی دلم اومد سعی می‌کردم هر کاری برام بکنم همه چیزو برام فراهم می‌کردم ولی حس می‌کردم که نه واقعا یه چیزی کم دارم بعد اومدم اینجا که اومدم با خیلی هم مشکلات رو برو شدم حتی روان پزشک هم آقای رهرسان خیلی از دوستان هم شب اینجا باشم که میدونم من 2 ساله بیش ایشون میام یعنی خیلی برای زندگی سخت بود همه چون هم داشتم یعنی یه جور نبود که من خیلی سخت میدونم اینا بعد یکی از دوستان میگفت و با هم التحاف میکردیم با هم هر سر اینو به میگفت که من میتونم واقعا کمکت رو گفتم ببین من 2 ساله دارم میام سر روان پزشک چطوری میتونم کمک کنی که وقتی اون نمیتونه کاری بکنه تو چطوری میتونی کار بکنی؟ به من گفت حالا بیا یه روزی با هم میریم اون چیز کلیسا بریم به برادر آلبرت میگم برای دعا کن گفتم باشه میریم بعد اومدم اونجا من فکر میکردم مسجد خب زیاد نمیرفتم اینو اصلا برام مهم نبود ولی گفتم شاید اینا مثل مسجد اینجا مثلا دعا میکنن روزی هم که دقیقا من اومدم روزی بود که قرار بود چند تا از برادر و خواهرام غسل بگیرم یعنی من دیدم من گفتم واقعا من باور نمیکردم گفتم من تو پارتی ام همه شاد و خوشحال و اینا گفتم واقعا خیلی خوبه یعنی اینطوری بود که اون چیز بعد دوستمون به شما گفت که برای من دعا بکنید شما برای من دعا کنید من واقعا دارم شاید باور کردنش برای شما سخت باشه ولی من وقتی رفتم خونه تا یه هفته آرامش رو داشتم یعنی به هیچ چی فکر نمیکردم فقط یعنی یه آرام دیگه شده بود یعنی فقط احساس میکردم که اصلا الان دیگه هیچ مشکلی ندارم و اینا و آرامشی که اول چیزی که میخواستم به اون آرامش رسیدم پیشین روانشناس و همینطور قرص هایی که به تو داده همینطور هم ادامه دادی یا چی شد؟ نه من قرص نمیخوردم چون بهش میگفتم من قرص داده میگفت نه میداد اگه تو قرص بخوری خیلی بدتر میشه اینا بعد دیگه ولی روانشناس دو مو یعنی از وقتی که کلیسا اومدم روانشناس یه هر دفعه زنگ میزنه میگه چی شده چرا نمیبینی تو میگم نه من حالم خوب نه احتیاج ندارم روانشناس الان زمانی که تو ایمان آوردی بعد از این آمدید به جلسه حقجویان شرکت کردیم آیا اونجا چیزهایی برای تو مکاشفه شد از کی عیسی مسیح که فرزند یا پسر خداست یا خداست از کی مشخص شد برای تو مکاشفه شد و بعد از اینم آیا چیزهایی اتفاق افتاد؟ زمانی که وقت توبه و بازگشت میکردیم یعنی توبه و بازگشت میکردیم واقعا من عشق تو چشام میومد یعنی تنها چیزی هم که از عیسی مسیح خواستم تو نزدیک که من ایمان قوی بده که ایمان قوی بده بتونم باشه همه چیز رو داشته باشم چون میدونستم که اگه اراده پدر آسمانی رو واقعا چیز داشته باشم میتونم از طریق عیسی مسیح میتونم همه چیز رو داشته باشم ازش یه ایمان قوی خواستم که بهم ایمان رو بده که اول باش بتونم که اصلا بپرسم توبه کنم بعد دیگه واقعا اون لحظه فکر دیگه میدونستم که تمام گناهام بخشیده شده میدونستم که دیگه هیچ یعنی اصلا یه جوری که اصلا اینا یه آدم یعنی کورت یعنی اون آدم کورنر یه آدم دیگه شده سبک شده بودم واقعا احساس رو میکردم و برای الان تو تصمیم گرفتی و گفتی من میخوام تعمید بگیرم تعمید برای تو چه معنی داره و چرا میخوای تعمید بگیری؟ ببینید در واقع تعمید میشه اینطوری گفت یعنی عیسی مسیح برای ما دین و مذهب نیامده بلکه حیات جاودانی رو آورده
این حیات جاده من دوست دارم مثل تمام برادرخواهرام که اینجا هم و شاید کسایی که حالا من دوست دارم که من سنم کمه 20 سالم میخوام کسایی که هم سنم زود به این حیات جاودانی برسن که واقعا میدونم اونو اگه بخوام چون سنشونم کمه مثل من تو خیلی کمم که اگه بخوام به هر چیزی که میخوام خیلی به ایسا واسه میرسن بود این خواست توست فقط چرا میخوای تعمید بگیری؟ من میخوام تعمید میخوام با ایسا واسه یعنی مثل همین که ایسا واسه به خاطر ما یعنی مصلوب شد میخوام با ایسا واسه بمیرم و زنده بشم آمین خیلی ممنون هستم یا دیگه؟ خیلی باره و با ایسا واسه احب منم یا خبر مرسی